بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غائبان، و برای همگان آرزوی نیکبختی و بهروزی و حسن عاقبت دارم. این جلسه، این درس از لندن القا میشود در حضور دوستان موافق و همراهان نیکخواه که من خوشنودم و مبتهجم به دیدارشان و حضور در محضرشان. از این عزیزان هم سپاسگزارم. نوبت گذشته داستانی که مولانا برای ما گفت، قصه اون مرغ و اون صیاد شیاد، به اینجا رسید که مرغ در دام اون صیاد افتاد و اون هم به سبب طمعی که در او بود که دام رو ندید و دانه را دید و بی تدبیر پا در دام نهاد و گرفتار شد. وقتی که گرفتار شد، نغمه سر داد و ناله آغاز کرد. اون دفعه عرض کردم برای شما که مولانا در اینجا از راستای داستان خارج می شود و خود او تبدیل به اون مرغ نغمه خوان می شود و گویی که صیادی و شیادی و دامی در میان نیست و خود اوست که در خلاء نغمه های خود رو پرتاب می کند. و به حقیقت شما در ابیاتی که پاره ایش رو خواندیم، اون پاره بیشترش باقی مانده است که در این نوبت باید بخوانیم، گفتگوی عاشقانه یک عارف عاشق رو با محبوب ازلی خودش میبینید. شاید هیچ جای دیگر مثنوی چنین ابیات گرم و داغ و پرحرارت و عاشقانه وجود نداشته باشه، اون هم صرفاً به بهانه یک داستان که مرغی در دامی گرفتار آمده است. این دام البته نماد این جهان است و ما مرغان ملکوتی هستیم که به قول حافظ، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. در این قفس زندانی شده ایم، اما پاره این قفس رو میبینند و اون کسی که این قفس رو نهاده است نمیبینند. پاره این قفس رو میبینند، پایان کار رو نمیبینند. آره قفس رو میبینن، به فکر رهایی از قفس نیستن. آره به فکر رهایی از قفس هستن، اما به قول مولانا در جای دیگر میبینن که بیرون قفس رو گربه ها گرفتند. یعنی همین که پا از قفس بیرون بگذارن، طعمه اون گربه های درنده خواهند شد. فقط کسانی که بیرون قفس رو گلستان میبینند، مایلند که از قفس بیرون ببرند و در فضای نامتناهی بوستان و گلستان پرواز کنند و برای همیشه شادمانانه در کنار باغبان اون بوستان که محبوب ازلی است بمانند و همنشین و همسخن او باشند. مولانا در اینجا نغمه های عاشقانه خودش رو از قفسی که در آن است سر می دهد و چه سوزناک و چه شیدا صفت، به طوری که نشان می دهد که این مرد وقتی که از اطراف خود فارغ می شد و قصه دل خود رو می گفت، چه دل سوخته و چه به تعبیر خودش دل پرتناقض، یعنی پرکشمکشی داشت، و چگونه خانه دل رو ویران می یافت و چگونه همه چیز خود رو تقدیم معشوق می کرد. از اینجا میخوانیم، پارهش رو نوبت قبل هم خوانده بودیم. بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد که فخ و صیاد لرزان شد ز درد. فخ گفته بودم یعنی دام. که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است، یا در سوکر بخشی، هر دو جور گفته شده است. سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار.
خوابها بیزار شد از چشم من در غمت، ای رشک سرو و یاسمن. گر نیم لایق چه باشد، گر دمی ناسزایی را بپرسی در غمی. ناسزا یعنی انسان نالایق و بی استحقاق. من حتی اگر لیاقتی ندارم چه اشکالی دارد که احوال یک انسان ناسزا و نالایق رو وقتی گرفتار اندوه شده است بپرسی و بدانی. مر عدم را خود چه استحقاق بود که بر او لطفت چنین درها گشود. در این باب بارها سخن گفته این که از نظر مولانا اونچه که باعث به وجود آمدن این عالم شده نه قابلیت و استحقاق مخلوقات است، چون قبل از به وجود آمدن قابلیت و استحقاقی نداشتن، و نه عدل الهی است، به خاطر اینکه عدل بخشیدن به موجب استحقاق هاست، اما وقتی استحقاقی نباشد عدالت هم بی‌معنا و بی‌پایه خواهد بود. این عالم بر مبنای کرم آفریده شده است، یعنی صرف اعطا و بخشش الهی بدون اینکه مسبوق به استحقاق کسی باشد. مر آدم را خود چه استحقاق بود که بر او لطفت چنین درها گشود. یعنی هر کس در این جهان هر چه دارد به موجب کرم الهی است، و به همین سبب هیچ کس نمیتواند بگوید که خداوند از من کم نهاده است یا تبعیض کرده است یا بر حسب عدالت عمل نکرده است، چون چنان که گفتم عدالت یعنی حق کسی رو به دست او دادن. موجودات قبل از اینکه به وجود بیان حقی نداشتن، استحقاق و قابلیتی نداشتن، بلکه خود اون قابلیت هم خود اون استحقاق هم مخلوق خداوند است. لذا چه کسی بینا به دنیا بیاد، چه کسی نابینا به دنیا بیاد، چه کسی معلول باشه، چه کسی سالم باشه، به اینها ظلم نشده است. البته به یک کسی کمتر دادن، به یک کسی بیشتر دادن، شبیه این که کسی هوشمندتر است، یک کسی هوش کمتری داره، از عقل کمتری برخورد داره، و هاکذا و هاکذا. اون در مورد آدمیان است که باید در بخشش ملاحظه استحقاق بکنند، و اگر کسی حقی داشت حق او رو باید ادا بکنند، و اگر بیش از حق دادن آنگاه احسان کردن. البته احسان واجب نیست، ولی عدالت واجب است، باید به موجب استحقاق ها بخشید و از او کم نگذاشت. اما در مورد خداوند قبل از اینکه کسی استحقاقی داشته باشه مفهوم عدالت وجود نداره. اما بله، وقتی که آدمیان پدید آمدن و به حسب تکلیف وظایف خودشون رو انجام دادن، اونگاه استحقاق پیدا میکنند و خداوند بر حسب عدل خودش این استحقاق ها رو پاداش میدهد و بر حسب احسان خودش مزید هم میبخشد. مولانا از عدالت کمتر سخن گفته در مثنوی، چون اساساً مکتب او مکتب کرم است و بهترین صفت رو برای خداوند کریم می‌داند، نه عادل، گرچه که عادل هم صفت باری تعالی هست، و اون که اونجا میگوید که با کریمان کارها دشوار نیست، برای همین است که با عادلان کارها دشوار است، برای اینکه مو رو از ماست می‌کشد و به میزان استحقاقی که شما دارید به شما میبخشند. اما کریمان میبخشند بدون اینکه استحقاق باشد. لذا تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خاک گرگین را، یعنی این خاک، همین خاک معمولی که بلکه گر است، یعنی بیماری گر داره، این آلوده است، خاک گر و نای بسیار پست و بی ارزش. خاک گرگین را کرم آسیب کرد، یعنی کرم الهی برخورد کرد با این خاک گر و بی استحقاق و پست و فرو افتاده. ده گوهر از نور حس در جیب کرد. این خاک گرگین آنگاه واجد ده گوهر شد، یعنی ده حس، پنج حس باطنی و پنج حس ظاهری، چشم باطنی، چشم ظاهری، گوش باطنی، گوش ظاهری. همچوری که در دفتر دوم هم مولانا میگوید پنج حسی هست، جز این پنج حس اون چو ذره سرخ باشد وین چو مس، صحت این حس بجویید از طبیب، صحت اون حس بجویید از طبیب.
پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مردار از آن، یعنی نطفه مردار تبدیل به بشر شد، تبدیل به انسان شد به دلیل اینکه واجد 10 حس شد، ظاهر و باطن. توبه بی توفیقت ای نور بلند، چیست جز بر ریش توبه ریش خند؟ سبلتان توبه را یک یک، سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایست و تو ماه روشنی، بدون توفیق تو توبه هم توبه نیست. در وقت دیگری من باید توضیح بدهم که منظور از توفیق چیست. ما این کلمه رو زیاد به کار میبریم. توفیق یعنی وفق دادن، یعنی هماهنگ کردن، یعنی تقارنهای میمون پدید آوردن. الان که من اینجا سخن میگم، سخن من به گوش شما میرسه، چهره من رو شما میبینید، توفیقی اینجا صورت گرفته، یعنی هماهنگی های بسیار اینجا شده است که اگر یکی از آنها نبود این اتفاق نمیافتاد، صدای من به گوش شما نمیرسید. به این میگن توفیق. این توفیق خیلی دایره وسیعی داره، یعنی فقط هماهنگی هایی نیست که ما کردیم در اینجا و این وسایل و ابزار مکانیکی و الکتریکی و غیره رو به هم اتصال دادیم و پیوند دادیم تا نتیجه حاصل بشه، بلکه حقیقت این است که به یک معنا تمام افلاک و تمام سیاراتی که دور ما هستند در این توفیق سهیمند. یعنی اگر یکی از اینا جاذبش اندکی کمتر بشه، بیشتر بشه، یا یه امواجی که از فضا میاد اگر افزونتر و کمتر بشه، یا اگر اکنون زلزله بیاد و این امواج زلزله این خانه رو و سقف و ستون رو زیر و زبر کنه، اونگاه خواهیم دید که این توفیق وقتی که به هم خورد این چه پیش خواهد آمد. خیلی هماهنگی ها شده است تا این حادثه کوچک رخ بدهد. ما وقتی که از خداوند طلب توفیق می کنیم در هر کاری، یعنی میگیم خدایا یه کاری کن که ما در رایت تایم رایت پلیس، درست در وقتش و در محلش و در شرایطش، وقتی که همه این عالم هماهنگ است، ما یه کاری رو بکنیم، یه حرفی رو بزنیم، یه نیتی بکنیم، یه توبه‌ای بکنیم، اونگاه هست که اون مؤثر واقع میشه. و اینا یکی از اینا اگر کم باشه، تمام جهد ما ناکام و ناموفق باقی خواهد ماند. فراتر از این من نمیرم. این نکته خیلی مهمی است، منتها چون معمولا شرایط اطراف ما یه جوری است که ما اونها رو ثابت فرض میکنیم یا گمان میکنیم که چون بی هزینه به دست آمده فکر میکنیم همیشه همینطور است. خب این چنین نیست واقعا، و حساب همه اینا رو باید بکنیم. ما به منزله موجوداتی بسیار کوچک، بسیار ضعیف، با توان اندک، ما در یک عالم بسیار بزرگ قرار داریم که اجزاء بی‌نهایت دارن. این اجزاء بی‌نهایت هماهنگ شدنشون و موافق شدنشون با کاری که ما می‌خوایم بکنیم و مقصدی که ما می‌خوایم به او برسیم، این امر معجزه آسایی است واقعا، و چیزی است که ما اینا رو چندان در حساب نمی آوریم. توبه یکی از اون است. یعنی ممکنه من توبه بکنم، حالا به دل یا به زبان، اما وقتی که عوامل دیگر مساعد نبود، اون تأثیری که باید در روح من نداشته باشه و به تعبیری پذیرفته نشود. چون پذیرفته شدن یعنی همون که اون تأثیری که ما میخوایم به دست بیاوریم. اگر نشد، اگر اون نفوذ رو و تأثیر رو در روح من نگذاشت، اگر آینده منو شکل نداد و من دوباره به سوی اون کار برگشتم، معلومه که اون تقارنها و اقترانهای میمون صورت نگرفته است. یکی از چیزهایی که این اقترانهای میمون رو تحقق میبخشد، صورت تحقق میبخشد، یکی طلب آدمی است، انگیزه قوی آدمی است، همت آدمی است، و دیگری دعایی است که ما برای توفیق میکنیم. لذا دعا میکنیم برای توفیق، یعنی برای هماهنگ شدن همه اجزای عالم و همراستا شدن
برای اینکه ما مسیر خودمون رو به درستی بپیماییم و منحرف نشیم تا به مقصد برسیم. مولانا میگه بدون توفیق تو ای خداوند، توبه بی توفیق یعنی چی؟ یعنی ریشخند توبه، مسخره کردن توبه. اون توبه نیست، هر کاری بدون توفیق خداوند مسخره کردن است و به حقیقت نپیوستن است. تعبیر توبه بی توفیق در جای دیگری هم مولانا میاره، میگه که فرعون همه کار کرد برای اینکه موسی متولد نشد و عاقبت مطابق داستانها و افسانه ها زیر تخت فرعون پدر و مادر موسی با یکدیگر آمیزش کردند و نطفه این فرزند اونجا منعقد شد. بعد مولانا میگه جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه برمیدوخت آن تفتیق بود. تفتیق این پاره کردن، میگه هر چی میدوخت پاره میشد برای اینکه جهدش بی توفیق بود. جهد بی توفیق خود کس را مباد، گفته شد والله اعلم بر شد. این جهد بی توفیق از این باید به خداوند پناه بود. در قرآن هم ما داریم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگو به شما بگویم که چه کسانی از همه بازنده ترند، کسانی که سعیشون و جهدشون در این عالم گم می شود، یاوه می شود، ضایع می شود، ولی خودشون میپندارن که بهترین کار رو کردن. یعنی یه کاری میکنن اما چون هماهنگ نمیشه با چیزهای دیگه، در فکر هماهنگی هم نیستن، این جهد بی توفیق است، این سعی نامشکور و ناکام است و به قول مولانا ریشخند است بر سبلتان اون عمل. سبلتان توبه، سبلتان یعنی سبیل و سبیل رو برکندن، یعنی همون ریشخند کردن و مسخره کردن. سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایه است و تو ماه روشنی. عیز تو ویران دکان و منزلم، چون ننالم چون بیفشاری دلم. چون گریزم زان که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. جان من بستان تو ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. عاشقانه های مولانا اینجا شروع می شود و با خداوند به تعبیر خودش سخن می گوید، نه در پرده شرم، نه در پرده حیا، بی پروا ابراز عاشقی می کند. حتی گله هم می کند، اما گله های عاشقانه. می گوید که خانه من رو ویران کردی، دکان من رو ویران کردی، زندگی من رو به باد دادی، فکر من رو مشوش کردی، آرزوهای من رو به باد دادی. چون ننالم چون بیفشاری دلم، ولی این دل من همچنین در قبضه قدرت تو و قبضه تسخیر توست و هنوز آسایش و آسودگی ندارم، ولی از اون طرف از تو راه گریزم ندارم. یعنی گاهی وقتی که شخص در تنگنا قرار میگیره ممکنه پا به فرار بگذاره، ولی میگه چون گریزم زان که بی تو زنده نیست. زندگی بدون تو معنا نداره و حقیقت نداره. بی خداوندیت بود بنده نیست. بنده در اینجا یعنی برده. بدون تو ارباب، بدون اربابی تو بنده هم وجود نداره. یعنی وجود من و بنده بودن من خداوندی و اربابی تو متکی است. جان من بستان تا ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. تو اصول جانی، اصول یعنی اصل، یعنی پایه و ریشه. یعنی اگر جان حیات بخش است، به دلیل این استش تو او رو حیات بخش کرده ای و من بی تو از جان ملولم و بدون تو نمیخوام
زنده باشم، عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. فرهنگ در سخنان مولانا به معنای حیله کردن است. در جاهای دیگه هم میگوید که غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا، ای حیله‌گر. میگوید اگر میخوای که پذیرفته خداوند باشی، هیچ حیله‌ای به کار نمیاد مگر مردن، یعنی اینکه تن به فنا دادن و خود رو هیچ انگاشتن و مثل مرده در دستان قصال نهادن. این معنای مردن است، که یعنی اگر میخوای حیله‌ای بکنی، حیلش حیله نکردن است. غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا، ای حیله‌گر. داستانی رو داره مولانا در دفتر چهارم، اونجا میگوید که یک عاشقی در حضور معشوق نشسته بود و برای او بر میشه مود که من برای تو و در راه تو و در پای تو چه ها کردم. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. مال رفت و نام رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. گفت همه چیزم رفت، شهرتم رفت، به بدنامی شهره شدم، تواناییم رفت، اموالم رفت، خنده از لبم رفت، خواب رفت، همه اینا رو بر میشه. بعد معشوق به او گفت بله همه این کارا رو کردی، این همه کردی نمردی، زنده ای، این بمیر ار یار جان بازنده ای. گفت اون اصلی ترین کار رو هنوز نکردی، و اون که هنوز زنده. یعنی زنده یعنی چی؟ یعنی میگی من عاشق تو هم. عاشق در مقابل معشوق من دیگه نداره، اصلا نباید خودشو ببینه. اگر دید و گفت من این کارا رو کردم، اومد و فهرست کرد و لیست کرد و ارائه داد و برش مرد و اینا، چه عاشقی؟ همون که در دفتر سوم مولانا اونجا میگوید که پیش شیری آهویش مدهوش شد، هسته او در هستیش رو پوش شد، بر اون مثال بسیار عالی رو میزنه. میگوید که مات زیدون زید اگر فاعل بود، لیست فاعل نیست کو عاطل بود. میگه وقتی که میگیم زید مرد، مردم میگن خب این یه گزاره منطقی است، زید فاعل است، مرد هم فعل است، یعنی گویی که جناب زید یه کاری کرده، یه فعلی انجام داده، در حالی که زید مرد یعنی اصلا رفت، اصلا فاعل از میان رفت، نه اینکه یه فاعلی هست که فعلی رو انجام داده. میگه در عاشقی قصه اینه، وقتی میگیم یه کسی عاشق شد، مثل اینکه میگیم یه کسی مرد، یعنی از اون دیگه اثری نیست. فکر نکن یه فعلی از اون صادر شده، فاعلیتی در کار است اینجا. فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. فرزانگی به معنای لاف علم زدن است، و وقتی که علم حجاب است، وقتی که موجب غرور می شود، موجب تکبر می شود، این به کار نمی آید، بلکه راه رو دور می کنه. بهتر است که آدمی زیرکی ها رو فرو بگذاره، همون کاری که نوح از فرزندش کنعان خواست. باز در دفتر چهارم اونجا میگوید که وقتی که طوفان همه جا رو فرا گرفت، نوح به فرزندش گفت که بیا سوار کشتی شو، سفینت النجات است. لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ کسی در پناه نیست، در امان نیست. او چی گفت؟ گفت شنا بلدم. گفت شنا بلدم، همین ادعای شناگری و زیرکی و این که من اطلاع دارم و خودم از مهارت کافی برخوردارم، او رو محروم کرد از نشستن در سفینه نجات و لذا هلاک شد. همچو کنعان باز کشتی با مکش که فریبش داد یا غرورش داد نفس زیرکش. گفت چی؟ گفت برایم بر سر کوه مشید، منت نو هم چرا باید کشید. کاش کی او آشنا یعنی شنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی.
در حضور اولیاء خداوند و خداوند دیگه من اینو بلدم و من خودم بلدم و عقل خودم میرسد و این حرفا رو ما نداریم. بعد اون چیزهایی رو که به عقل آدمی واگذار شده اون رو انجام میده، اما چیزهایی که اختصاصاً برای هدایت او آمده است در اونجا شخص باید تابع و تسلیم باشه. این است که میگه سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. بارها مولانا از دیوانگی عاشق سخن گفته است، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل در سودای او کودست و کرد. گر طبیبی را رسد انسان جنون، دفتر طب را فرو شوید به خون. زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست. یا در دفتر دوم در اون داستان بهلول اونجا میگوید که زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. و این دیوانگی رو میگه دیوانگی یا عام نیست، یعنی از این دیوانگی های متعارف نیست، مثل دیوانه هایی که اونا رو میبرن به دیوانه خانه و اونجا به زنجیر میکشنشون، این چنین نیست. بلکه میگوید که مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. عشق خوش سودا، سودا یعنی جنون، یعنی دیوانگی. این عشق خوش سوداست، یعنی دیوانگی شیرینی داره، از این دیوانگی های معمولی نیست. این سودا میدونید دو تا معنا داره، اگر به عربی بگیریم به معنای جنون است، یعنی همین بیماری مالی خوریا و سوداوی. اگر به ترکی بگیریم به معنای معامله است، سوداگر، سوداگران یعنی بیزنسمن ها و تاجران و اینا. نیکلسون در ترجمه مثنوی این ابیات عشق خوش سودا در دفتر اول، در همون سه اول، اونجا ایشون رو به معنای این تعبیر رو معنای خوش معامله گرفته، یعنی ای عشقی که خوب معامله میکنی با دیگران، در حالی که مولانا واقعا عقیدش این نیست. این عشق از قضا ویرانگر است، که خوش معامله هم نیست. من در دانشگاه هاروارد که بودم برام بود که تصحیحی بکنم ترجمه آقای نیکلسون رو، که یه دفترش رسیدم بقیهش رو نرسیدم. به این کلمه خوش سودا که رسیدم، دیدم نه، این سودا اینجا باید دیوانگی باشه، این سودا به معنای معامله و بیزنس و اینا نیست. تا گفتم که بهتر است که به جای این ما بذاریم سویت ملانکولی. ملانکولی به معنای دیوانگی و مالی خولیا، متایک مالی خولیای شیرین. عشق یک سویت ملانکولیه، یک ما گاهی میگیم تو فارسی میگیم فلانی شیرین عقله، این شیرینی قدری در اونجا هم وارد میشه. باری عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. چون بدرد شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و زهیر و ارتعاش. صبر که معلوم زهیر به معنای تنگی نفسه، اما توسعاً به معنای بیماری به کار میره، هر بیماری ارتعاش هم یعنی لرزه. تا کی بلرزم، تا کی صبر کنم، تا کی بیماری رو بکشم، دیگه نوبت آن است که من شرم و حیا رو کنار بگذارم. در حیا پنهان شدم همسان سجاف، سجاف یعنی پرده و این کناره ای که بر جامه ها می دوزند. ناگهان بجهم از این زیر لحاف، از زیر لحاف جهیدن یعنی میخوام اسرار رو دیگه عیان کنم، پرده ها رو کنار بزنم. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخواره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را می کند بی خورد و خواب. که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من.
ور ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. گر ز بی سویت ندادست و علف، چشم جانت چون بماندست آن طرف. خیلی پیداست که دیگه اینجا صحبت از معشوق ازلی و ابدی است و بی پرده مولانا داره با او نرد محبت میبازد و بعد هم اظهار عجز میکنه، اظهار اینکه ما با محبوبی روبرو هستیم که معشوق محتشم است، یعنی هم محبت داره هم قدرت داره و این دوتا رو با هم جمع کرده. در حضور او هم باید ادب احتشام رو نگه داشت، هم نرد محبت باید باخت و جمع کردن میان این دوتا کار آسانی نیست. شیر نر خونخواره در تجربه های بعضی از عارفان، خداوند گاهی به صورت شیر نر، شیر نری که دهانش خونالود است، ظاهر می شده و مولانا هم در اینجا از همون تجربه و تمثیل مدد می جوید. ملاحظه کنید که این شیر نر خونخواره که تصویر خداوند است در تجربه بعضی از عارفان، چقدر مناسبت داره و مطابقت داره با اندیشه اشاعره. اندیشه اشعری این بود که عدل خداوند و کرم خداوند زیر مجموعه و تابع قدرت بود. او قدرتش حرف اول رو میزنه و هیچ چیزی بر او نمیتواند بند بنهد، قید بنهد. حتی عدالت الهی قید بر قدرت او نیست. او میتواند آزادانه، بگوییم خودکامانه، قدرت خودش رو به کار ببرد. هر کاری که میخواد بکنه میکند و هر چه اون خسرو کند شیرین کند. و همین دلیل خدا به صورت یه شیر نر خونخوار ظاهر میشد در تجربه های اینا که باکی از دریدن احدی نداره و نه تنها باکی نداره، هیچ کسی هم نمیتونه او رو ملامت کند یا خورده اخلاقی بر او بگیرد و بگوید که این خلاف عدالت بود، این خلاف اخلاق بود. هرچه او میکند اخلاق است، نه اینکه اخلاقی مستقل از او وجود داره که خداوند تابع اون اخلاق باشه. این منطق اشاعره بود. مولانا خب به این مکتب خیلی نزدیکه و به همین دلیل هم عدالت در اینجا چندان قدر نهاده نمی شود و بر صدر نمی نشیند، چنان که گفتم کرم در صدر می نشیند و عدالت در مرتبه های فروتر جا می گیره. خداوند بیش از این که عادل باشه کریم است و بیش از این که کریم باشه قادر است. قدرت الهی در صدر است و حرف اول رو میزنه و لذا در غیر تسلیم و لذا کو چاره ای در کف شیر نر خونخواره ای. من اینو بارها گفتم، این اندیشه اشعری که در عالم اسلام حاکم و چیره شد یکی از علل انحطاط مسلمین بود، یعنی در خداوند عدل رو نمیدیدن، لذا عدل چنان که باید و شاید اهمیت و ارزش پیدا نکرد. در سیاست همین عدل چنان که باید و شاید راه نیافت. احکم الحاکمین که خدا باشه لازم نبود عادل باشه، چه رسد به این حاکمهای خرد و جزئی. به همین سبب اصلا ما در باب عدالت تئوری پردازانی پیدا نکردیم اونچنان که باید پیدا کنیم و معتزله که بر عدالت الهی پا می بشدن مغلوب شدن و هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل دینی اینها حرفشون ناشنوده ماند، مکتبشون متروک و مخفول ماند، کتابهاشون همه متروک شد و از روی اونها رونویسی کمتر صورت گرفت و کلن عالم اهل سنت همه رفتن زیر ذیل تفکر اشعری. شیعیان و معتزلیان عدلیه نامیده شدن چون قائل به عدالت الهی بودن، اما متاسفانه در عمل اونجوری که باید و شاید باز به عدل وقعی ننهادن. الان شما نگاه کنید در همین ایران خودمون بیشتر فقها
میگویند که احکام دینی رو با عدالت نباید سنجید، بلکه عدالت در درون این احکام نهاده شده است. اینا خود به خود عادلانه هست. لذا شما غم این که اینا با عدالتن یا بدون عدالتن رو نخورید. به همین سبب شما میبینید که به چه زحمتی اینها در فقه تن میدن به احکامی که یعنی به روندهایی که موجب تغییر احکام میشه. خیلی به زحمت در ایران پذیرفتن که یک متهم بتواند وکیل بگیره. من اول انقلاب کاملا یادمه وکیل گرفتن میگفتن در فقه نیست. یکی از کسانی اینو به صراحت میگفت جناب آیت الله خلخالی، میگفت ما وکیل نداریم، اصلا نیست. راست میگه، تو فقه پیش بینی نشد. و این رو یا مثلا فرجام خواهی، یعنی حکم اول که صادر شد شما حق داشته باشید استیناف کنید و حکمتون به دادگاه برتری بره، به اصطلاح وجود نداشت. من خودم تو مباحثی بودم که علما بودن و مجتهدین، من گفتم ما در فقه نداریم همچه چیزی و این باعث میشه که قضا لا قضا بشه یک چیزه. یا مثلا اینکه حق طلاق رو از مرد بگیرن، خیلی به زحمت به این کار تن دادن که این رو اولا به دادگاه ببرن، ثانیا جزو شروط ضمن العقد بکنن و این جور چیزها، در حالی که دیگه ذهنیت مدرن بشر اینها رضایت نمیداد، یعنی اینها رو خلاف عدالت میدونست که به این راحتی مخصوصا در کیس های پیچیده حکمی صادر بشود. این چیزیست که من عرض میکنم که متاسفانه عدالت در میان ما جایگاه اصلی و رتبه بلند خودش رو پیدا نکرده و در جهان جدید هم که عدالت یعنی حق مردم رو ادا کردن. لذا این ذهنیت و این پارادایم حقوقی در میان ما باید جا بیفته. اشعریت متاسفانه به این امر دامن زد و دیگرانی هم که اسمن اشعری نبودن تأثیر پذیرفتن. ما در قرآن داریم، من این رو بارها گفتم، در سوره نساء آیه داریم که چی؟ که رسولا مبشرین و منذرین، خداوند پیامبران و فرستاد، لکی لا یکون للناس علی الله حجتا من بعد الرسل، تا مردم نتوانند بر علیه خدا اقامه حجت کنند. یعنی خدا نمیگه من مقتدرم، هر کاری کردم شما حق ندارید. میگه من اگر پیغمبر نفرستاده بودم شما حق داشتید علیه من اقامه حجت کنید و بگید چرا ما رو هدایت نکردید. این اندیشه قرآنی اونچنان که باید و شاید مورد توجه و اعتنا و التزام قرار نگرفت. همه رفتن سراغ این که خداوند قادر است و قادر مطلق است و هر کاری دلش میخواد میکنه و خلاف عدالت هم نیست. میبینید در اینجا جز که تسلیم و رضا، کو چاره ای در کف شیر نر خونخاره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را میکند بی خورد و خواب. یعنی همه را عاشق خودش میکنه، به تب و تاب میاندازه، مثل خورشیدی که میتابه. خب خورشید ظاهرا غذا که نمیخوره، از جایی که نور نمیگیره، ولی فقط میتابه. خب این صفت کریم الهی است که میگیرد و در قرآن هم داریم یطعم و لا یطعم، خدا طعام میدهد ولی خودش طعام نمیخورد. مضمون همین بیته، یعنی چنان آدمیان رو بیتاب میکنه و مفتون خود میکند که به اونها به زبان بی زبانی میگوید که راه فراری ندارید، بیایید من باشید یا همخوی من. یعنی یا اونقدر به من نزدیک بشید که مثل خود من یا متحد با من بشید یا همخوی من بشید، متخلق به اخلاق الهی بشید تا ببینی در تجلی روی من. بعد مولانا اینجا یک استدراکی میکنه، یعنی نکته ناگفته ای رو از دل این سخن بیرون میکشه. میگوید که حالا فکر نکنید که وقتی که ما میگیم یا خدا به ما میگه که بیاین مثل من بشید، نزد من بیاید، روی من رو و تجلی من رو ببینید، این خاص اولیاء خدا و عرفای بزرگ مرتبه نیست. نه، همه تون دیدین این تجلی الهی رو، همه تون دیدین ار ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. ببینید این همون سیر اشتدادی و تکاملی است که بعدها ملا صدرا گفت. میگوید که خداوند نه تنها مبدأ المبادی است بلکه غایت الغایات است.
یعنی نه تنها همه چیز از اونجا شروع میشه، بلکه همه چیز به اونجا هم ختم میشه. لذا یک حرکت نهانی در دل طبیعت هست، در دل کائنات هست، که موجودات همشون مثل دانه‌ای که وقتی شما میکارید رو به نهال شدن و گیاه شدن و میوه شدن داره، همه موجودات یک چنین سیری دارن که این سیر رو نامشو میذارن عشق. عشق گر ندیدی، میگه کائنات شیدای خداوندن، خاک دلش میخواد زنده بشه. ور ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. گر ز بی سویت ندادست و علف، چشم جانت چون بماندست اون طرف. این در واقع حکایت از فطرت آدمی میکنه. میگه اگر از اون بی سو، یعنی اون لامکان، اون جایی رو که نمیشه سو و جهت برای او قائل بود، اگه تو از اونجا خوراک نخورده بودی، تغذیه نشده بودی، به قول مولانا علف پیش تو نریخته بودن، چرا چشمت به اونجاست؟ یعنی تو ناخودآگاه کشیده میشوی به یک طرفی. این میل خداگرایی و خداشناسی گویی که فطری در آدمیان است، اونها رو به حال خودشون بگذارن، وسوسه های شیطانی در گوش اونها ندمند، اینها بی اختیار به سوی او کشیده می شوند. گربه بر سوراخ زان شد معتکف، از آن سوراخ او شد معتلف. از یه سوراخی، از یه جایی، اگه شما مدتی به یه گربه غذا داده باشید، دیگه این گربه خود به خود میاد به اون طرف، از اون جایی که غذا گرفته و سیراب شده. گربه دیگر همی گردد به بام، که از شکار مرغ یا بیرو تعام. بعضی گربه ها وقتی که به پشتبان رفتند و چند بار مرغی رو شکار کردند، دیگه حالا میرن روی بام میگردند. در جای دیگه مولانا میگه چشم این زندانیان هرگز به در، کی بود دیگر کس نبودی مجتبر. میگه این زندانی ها چشمشون همیشه به دره، که یکی در رو وا کنه به یکیشون بگه شما دورت تموم شد بیا برو. چرا همیشه چشمشون به دره؟ چون دیدن که راه رهایی اونجاست و یکی پس از دیگری از اونجا آزادشون میکنن، بنابراین چشمشون همیشه به اونجاست. میخواد بگه که آدمی ذاتاً فطرتاً به اونجایی که از دستی که قضا خورده، دستی که به اون رهایی عطا کرده، به اونجا همیشه رو داره. بنابراین این که ما بی اختیار دست به آسمان بلند میکنیم، با خدا درد دل میکنیم، در خلوت با او سخن میگیم، این برای این استش که ما از پیش او اومدیم، یه وقتی با هم بودیم، یه وقتی هم نشین بودیم، پیش او بودیم، در عالم غیب بودیم، در ماورای طبیعت بودیم، در علل عالیه بودیم، الان فرود آمدیم و الان در قربتیم، ولی وطن اصلیمونو که فراموش نکردیم، دوست داریم که دوباره به اون طرف رو کنیم و برگردیم. گربه دیگر همی گردد به بام، که از شکار مرغ یابید او طعام. بعد میگوید که در این عالم هر کسی عاشق چیزی، هر کسی قبله ای داره. آن یکی را قبله شد جولاهگی، یک کسی کارش بافندگی جولاهگی. وان یکی حارس برای جامگی، جامگی یعنی همون حقوقی که ماهانه شهریه به اصطلاح میگرفت. میگه که رفته پاسبان شده برای اینکه سر ما حقوق، اونم شغلش اونه، قبلش اونه، عمرشو در اون راه صرف کرده، بند اون کاره. وان یکی بیکار، اما در این عالم کسانی اصلا هیچ کاری ندارن، نه پاسبان، نه بافنده است، نه کاسب، نه عطار، نه بقال، نه نجار، نه معلم، هیچ، بیکار است. مولانا اینا رو میپسنده، خیلی جالبه. میگه آن یکی بیکار و رو در لامکان، که از آن سودادیش تو قوت جان. کسانی هستن که مستقیما از دست تو قضا گرفتن، اینا اصلا کاری به اسباب و علل ندارن، از این طریق دنبال درآمد و رزق نیستن، رزق رو مستقیم از تو میگیرن. و بعد اشاره میکنه کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب ترحال بازی
می کنند. بعض از نسخه ها هست تا به شب بر خاک بازی می کنند. خب من یه قصه رو اینجا براتون نقل کنم از انجیل. اینو در بحث های انجیل و قرآن هم من گفتم. در انجیل لوقا یک داستان خیلی مهمی هست و نکته خیلی مهمی از حضرت عیسی در اونجا آمده که مفسران انجیل هم روحانیان مسیحی هم درباره او خیلی توضیح نوشتن. نوشتن که عیسی علیه السلام در راه اورشلیم که میرفت یه خانمی به نام مارتا، مارتا لغتاً در عبری یعنی دختر، یه خانمی به نام مارتا، یه خواهری هم داشت به نام ماریا یا مریم یا مری هرچی، در خانه رو باز کرد و ایشان رو دعوت کرد، گفت آقا تشریف بیارید منزل ما. عیسی هم رفت و گویا چند نفر دیگه هم با ایشان بودن و درست دادن میز نشستن اونجا. این مارتا خانم مشغول تهیه اسباب پذیرایی شد، لابد چایی که نه یه چیزی درست میکرد که بیاری جلوی آقا بگذاره، میوهی بیاره، غذایی هرچی. اون خواهر دیگر که ماری بود رفت کنار عیسی نشست و با ایشون مشغول صحبت شد. در نسخه های دیگری از انجیل هست یا اناجیلی که یه عطری هم با خودش آورده بود و پای حضرت عیسی رو تدهین میکرد، روغن میمالید و عطر میمالید و اینها. اون خواهر هم مشغول این بود که پذیرایی کنه و چیزی بیاره. ناراحت شد، برگشت به حضرت عیسی گفت آها شما چیزی به این خواهر من نمیگید، نمیگی که بلندش بیاد کمک من بکنه، من تنهایی دارم همه کارا رو میکنم، ایشون هم پیش شما نشسته و فقط به حرفای شما گوش میده. حضرت عیسی گفت که ای خواهر مارتا، نمیدونم گفت خواهر یا نه، گفت مارتا خانم شما برای خیلی چیزا داری جوش میزنی، خیلی عصبی هستی، برای اینکه خیلی کارا میخوای بکنی از ما پذیرایی بکنی، ولی این خواهرت فقط یه کار داره میکنه، اونم این که پیش من نشسته به حرفای من گوش بده. در اینجا در حقیقت میخواست بگه که یه کار برتر از صد تا کاره. بیکاری در همون تفسیرهای انجیل همینجوری معنا شده است که دل به یه کار بده نه صد تا کار، اون کاری هم که اهمه. یعنی تو فکر کردی پذیرایی از من مهمتره، اینقدر هم جوش میزنیم به این شد اون نشد. این درست فهمیده که عیسی اینجاست، من به کارهای دیگه برای چی برسم، این اینجاست، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت اون مونس جان ما را بس. عیسی اینجا نشسته، تو میخوای چیکار بکنی؟ فقط وقت تو، عمر تو، حواس تو، همه چی تو بده به اون. در واقع در اونجا گفت که این یه کار داره میکنه، اما معادل هزار تا کاریست که تو میکنی. این همونیست که در مسیحیت هم گفته میشود و تأثیرش به این صورت در عرفان و تصوف اسلامی هم آمده است که یک کار بکنید، یک کار اصلی بکنید، بقیه کارها فرعی باشه. این سخن رو مولانا به صد زبان در جاهای دیگه هم گفته. هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای انتر رهات، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. یا در جای دیگه میگه بعضی از علما هستن، عالمان ذوفنون به قول مولانا، اینا گله دارن، گوید از کارم برآوردند خلق، میگه این مردم نمیدارن من به کارم برسم. بعد مولانا میگه چی؟ غرق بیکاریست جانش را به حد. این بیکاره، اون کارایی که میکنه کار نیست، فکر میکنه اونا کاره، غرق بیکاری است جانش تا به حل، گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سودمند. کدوم روزگار؟ روزگار تو در کارهای یاوه داره صرف میشه. از پی این عالمان ذوفنون گفت ایزد در نبی لا یعلمون. خدا این عالما رو گفت لا یعلمون، ما علم ندارن. اگه علم داشتن میفهمیدن که کدوم کار کار اصلی است که خودشون رو به او بسپرن، بقیه کارها جنبی و فرعی به مقدار لازم. لذا وقتی که مولانا میگه که اینا بیکارن،
نه به معنای بیکاری، یعنی آدم های عاطل و باطل و تنبل و کاهل و مفخر و نمیدونم که سنگینیشون روی دیگران انداختن. اتفاقا در همین دفتر ششم در یک صد بیت پیش بود که میخوندیم که مولانا از قضا این گونه افراد رو خیلی ملامت میکرد، میگفت زنده باش و بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که بر دوشش نهند. میگه بعضی ها مثل جنازه هم، یعنی خودشون رو دوش دیگران میذارن، بار وجود خودشون رو تحمیل به دیگران میگن، ما رو بکشین ببرین. میگه زنده باش، اونا مردن که این کار رو میکنه، زنده باش و بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که بر دوشت نهند. لذا اونجور عاطل و باطل و کاهل و تنبل اینا بودن اصلا اینها رو نمیگه. اون قصه مارتا و ماریا رو که گفتم برای توضیح همین مطلب است. اونجا عیسی که بهترین وجهی اونجوری که انجیل گفته میگه ای خواهر مارتا، تو خیلی جوش میذاری، خیلی کارا رو میخوای بکنی، این داره یه کار میکنه، باید هم یه کار کرد نه هزار تا کار. و اون کار اصلی، کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب بر خاک بازی می کنند. خوابناکی کوز یقظت می جهد، دایه وسواس اشوش می دهد. یه حالا گاهی در جهان اینطوری میشه، یه خوابناکی هست خوابش برده، بعد یه مرتبه بیدار میشه، ولی مگه شیطان میذاره؟ دایه وسواس اشوش می دهد. دایه یعنی وسواس، مثل دایه‌ای میاد و با او مهربانی میکنه، میگه بخواب، چرا بلند میشی؟ رو بخسب ای جان، که نگذاریم ما که کسی از خواب بجهاند تو را. بعد مولانا اشاره میکنه به محبوب، هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، هم چو تشنه کشنود او بانگ آب، بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. بر جهه عاشق برآور اضطراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. تو مدعی هستی میگی من تشنم، صدای آبم میاد، بازم گرفتی میخوابی، خوابیدی، معلومه تشنه نیستی. دروغ میگی، مگه میشه کسی تشنه باشه و صدای آبم بیاد ولی بخوابد؟ حتما به دنبال صدای آب روان خواهد شد، بلکه صدای آب هم بخشی از تشنگی او رو سیرابی خواهد بخشید. حالا داستانی رو نقل میکنه اینجا مولانا، بد نیست این داستان رو هم بخونیم و سخن امشبمون رو به پایان ببریم. حکایت اون عاشق، حکایت ساده است. بعد مولانا باز اون نغمه های عاشقانه خودش رو بعد از این داستان هم سر میدهد که میماند برای نوبت بعد. به قول الله تعالی عاشقی بود که خب خیلی دنبال معشوق رو میگرفت و طالب وصال و ملاقات او بود. او معشوق به او وعده داد، گفت فلان شب میام پیشه. اینم کدری بیدار نشست، بعد خوابش بود، بعد معشوق اومد و چند تا گردو ریخت توی جیبش و رفت. این که صبح بیدار شد دید گردو توی جیبشه، معنیش این بود که تو هنوز طفلی، باید گردو بازی کنی، هنوز نوبت عاشقی نرسیده، اون مقامی نیست که تو الان از او لاف بزنی. حکایت اون عاشق که شب بیامد بر امید وعده معشوق، بدان وساقی، وساق یعنی اتاق، بدان وساقی که اشارت کرده بود، یعنی گفته بود برو اون اتاق بنشین، و بعضی از شب منتظر ما و خوابش بربود. معشوق آمد بهر انجاز وعده، انجاز وعده وفا کردن به وعده. او را خفته یافت، جیبش پر جوز کرد، جوز یعنی گردو، و او را خفته گذاشت و بازگشت. عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. پاسبان عهد یعنی وفادار. البته حالا اینجوری معلوم میشه که چندان هم وفادار نبوده، ولی خب مولانا در بدایت داستان او را پاسبان عهد، یعنی نگهدارنده عهد بود، نگهدارنده پیمان بود در دوران خودش، در عهد خودش. سالها در بند وصل ماه خود، شاه مات و
مات شاهنشاه خود، شاه مات، مات اصطلاحات شطرنجی وقتی که شاه رو مات میکنن به اصطلاح. عاقبت جوینده یا بنده بود که فرج از صبر زاینده بود. مدت ها در جویندگی و جویایی بود تا بالاخره گفت یو روزی یار او چمشب بیا که بپختم از پی تو لوبیا. این هم از شعرهای عجیب و غریب مولاناست، برای اینکه خب دیگه برای اینکه پر کنه میتونست جور دیگری اینجا بگه. گفت یه آش لوبیا برات پختم در فلان حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب. مرد قربان کرد و نانها پخش کرد، چون پدید آمد مهش از زیر گرد خیلی خوشحال شد. رفت قربانی ها کرد، نان پخش کرد از فرط خوشحالی و اینکه معشوق او چنین وعده‌ای به او داده. شب در آن حجره نشست و گرمدار، گرمدار یعنی اندوهگین، اگه گرمدار بخونیم به معنای دوست داره، هر دو میشه. بر امید وعده آن یار غار، یار غار میدونید دیگه ما در فارسی هم به کار میبریم، برای اینکه ابوبکر یار غار پیغمبر بود، در غار همراه ایشان بود، لذا گفته میشود فلانی یار غار است، یعنی چنان صداقتی دارد. منتظر بنشسته خوابش در رو بود، افتاد و گشت بیخیش و قنود. بعد نصف اللیل، بعد از نیمه شب، آمد یار او صادق الوعدانه آن دلدار او. صادق الوعدانه یعنی از سر صدق وعد، برای وفای به وعد خودش عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. در گذشته آستین ها جیب داشت و در این جیب مثلا کتاب میگذاشتن، پول میگذاشتن. حافظ میگه در آستین مرقع چی؟ پیاله پنهان کن، پیاله پنهان. اینم جیب بود به اصطلاح، اینم اندکی از آستین او درید. گردکانی چندشن در جیب کرد که تو طفلی گیر این می باز نرد. گفت هنو بچه اینا رو بگیر برو بازی کن. چون سحر از خواب عاشق بر جهید، آستین و گردکانها را بدید. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما می رسد آن هم ز ماست. ای دل بی خواب، حالا خود مولانا خودش رو میگه، میگه من از اون عاشقا نیستم که وقتی منتظر معشوق می نشینم خوابم ببره. ای دل بی خواب، ما زین ایمنی، چون حرس بر بام چوبک می زنی. حرس جمع حارسه، یعنی پاسبانان و پاسداران. امروز که دیده باشید در رسانه های عربی وقتی که سپاه پاسداران رو میگن، میگن حرس، حرس شعبی. حرس جمع حارس است و حارس یعنی پاسدار و پاسبان. ای دل بی خواب، ما زین ایمنی، چون حرس بر بام چوبک میزنی. گردکان ما در این مطحن شکست، مطحن یعنی آسیا. هرچه گوییم از غم خود اندک است، آزلا، آزل یعنی ملامتگر. آزلا چندین سلای ما جرا، پند کم ده بعد از این دیوانه را. من نخواهم عشوه هجران شمود، آزمودم چند خواهم آزمود. هرچه غیر شورش و دیوانگی است، اندر این ره دوری و بیگانگی است، یا اندر این ره روی در بیگانگی است. این بنه بر پایم آن زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم، گر دو صد زنجیر آری بکسلم. همینجا سخن رو به پایان میبریم و شما رو با این ابیات پرحرارت و این نغمه های عاشقانه مولانا تنها میگذاریم تا نوبت آتی که باز بخول مولانا بر کوی بیخوابان گذر کنیم، بر کوی عاشقان با اونها هم سفر شویم و سخنان مولانا رو باز از زبان او و از دل سوخته او
بشنویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، اگر اجازه بدهند من امشب عذرخواهی میکنم و بخش سوالات رو تعطیل میکنیم و انشالله پرسش های اگر هست به نوبت آتی میسپاریم. بهتون و روز و شبتون بخیر و شادی و خرمی و فرخندگی.